شاهد علوی از استودیوی دیگه ما از همینجا واشنگتن دی سی با ماست شاید بخشی از جزئیات این خبر رو گفتیم اما مشخصه که این روند پیچیده بوده برای ایجای در واقع اجرای طرح کشتن احمدی نژاد از تو بیشتر بشنویم در مورد جزئیات این خبر قابل توجه هست این گزارش از این لحاظ که خب چند منبع مستقل از همدیگه برای ایران انترنشنال تاییدش کردند و در واقع بخش مهمی از جزئیاتی رو که ما گرفته بودیم و منتشرش کردیم الان در خبری که شما خوندید بود منتها نکته قابل توجه این هست که ما میدونیم احمدی نژاد پیشتر دستکم کم دو بار هم اعلام کرده بود که هدف تروره بار اول زمانی که به در رقابت های ریاست جمهوری 1400 ثبت نام کرد اومد گفت من اسنادی رو دارم جاهایی مخفیش کردم تلاش میکنن من رو ترور بکنن و این اسناد منتشر میشه تهدید کرد در واقع بار دوم تابستون سال گذشته بود که کانال دولت بهار که وابسته به ایشون هست گفت در واقع اقداماتی شده در هفته های اخیر برای ترور ایشون و به مقامات مسئول اعلام شده این بار بعد از اینکه اون اتومبیل خراب در واقع با کولر خراب منتقل میشه اینها بالا ظاهر اونطور که میشه حد زد البته متوجه شدن به ایش شکلی بخاطر این شکلی به خاطر اینکه کسانی که معمولا وارد این فرایند نمیشن اتومبیل رو تحویل گرفتن از تعمیرگاه از در واقع واحد تعمیرات ریاست جمهوری و به جای بردن به تعمیرگاه به جای دیگری بردن وقتی نگاه میکنین به ساختار نهادهای امنیتی اینکه کسی بتونه اتومبیلی رو که در واقع سپاه حفاظت انصار که مسئول حفاظت از شخصیت ها در جمهوری اسلامی از غیر از علی خامنه ای باید یا سازمان اطلاعات سپاه باشه یا سپاه ولی امر باشه که حفاظت از خود علی خامنه به داره یا در واقع حفاظت سپاه سازمان حفاظت سپاه یکی از این سناها در ردههای های بالا این امکان رو دارن بدون اجاز حساسیت اتومبیل رو تحویل بگیرن اتومبیل لند کروزر حتی مدل 2000 که به نظر میرسه مدل اتومبیل آقای احمدی نژاده، سیستم کامپیوتری داره این مثل این فیلم های هالیوودی نیست که شما برید مثلا یه سین رو قطع کنید یه پیچ شل بکنید بعد اتومبیل در جاده بعد یه مدت پیچش بیفته و نمیدونم ترمز از کار بیفته این شکلی کار نمیکنه منتها با این وضعیت با این امکانات طبیعتا یک نهاد دست بالای امنیتی که حساسه درست نمیکنه نهاد ریاست جمهوری نمیتونه بهش در واقع بشگیر گیر بده چرا میبری ما که شما که تعمیرکار نیستید میتونه ببره اتومبیل رو در حدی حرفه ای دستکاری بکنه که در بزرگ راه در آزاد راه در واقع قزوین کرج این دوچار حادثه بشه البته خب به حال شانس آوردم تومیل بسیار مستحکمیه و به هر با, با شانس کسی اونجا جونش از دست نداده به این ترتیب به نظر میرسه که نقشه هوشمندانه ای بوده اما با توجه به اینکه میشه بازم این در واقع گمان فقط یا اتفاقی سر تیم حفاظتی احمدی نژاد که خودش در واقع افسر یک افسر هست در بخش سپاه حفاظت انصار یه چیزی بهش رسیده از همکارانش و ترسی سوار این بشه یا خیر فقط واقعا هم گیدن کولر،, کولر, درست نشده تصمیم گرفتن سوارش نشه این رو بردن همراهان سوار این بیل شدن ولی به حال احمدی نژاد در واقع پنج روز بعدش سی تیر ما یه نامه خیلی تند مینویسه اونطور که مرای ما گفتن به مقامات گفته که برای ترور من اقدام شده بررسی بشه ما نمیدونیم پاسخی برای اون نامه گرفته یا نه ولی به نظر میرسه که این اگر بگذاریم کنار اقدامات دیگه بخشی از یک پروژه دراز مدت تره. شاید این رو هم مطرح کردی که گمان زنی ها در این مورد بسیار هست اما سوال بزرگ شاید این است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام چرا با چه هدفی و توسط چه کسانی احتمالا هدف ترور باید قرار بگیره خب سوال خوبیه گلاره در واقع نکته این هست که احمدی نژاد به یک معنا استخوان در گلوی نظام جمهوری اسلامی احمدی نژاد یک نیروی کاملا خودی در دهه 60 در دهه 70 در دهه 80 هنگام انتخابات برای ریاست جمهوری کاملا جزی از ارکان نظام هست اما به نظر میرسه اگر بخوایم از نگاه جمهوری اسلامی به داستان نگاه بکنیم این در واقع میل به سمتی کرده که نظام جمهوری اسلامی نمیتونه بپذیره یعنی گرفتار شدن به یک معنا احمدی نژاد جایی که نباید حرف بزنه حرف میزنه جایی که نباید ثبت نام برای انتخابات رای گیری بکنه ثبت نام میکنه جایی که باید رای بده رای نمیده سفرهایی که باید بره نمیره سفرهایی که نباید بره میره احمدی نژاد به یک معنا انگار عزیز کرده حکومت اما حکومت گرفتار شده یعنی میشه درک کرد اینا برای خلاص شدن از شر احمدی نژاد تلاشی بکنن برای حذفش حالا در بیت خامنه ای منتسب در واقع در چارچوب پروژه جایگزینی علی خامنه ای یا بخشی دیگر از حاکمیت که میخواد از دست احمدی نژاد و در سراش خلاص بشه خیلی متشکرم از توضیحات همکارم شاهد علوی از استودیوی دیگر ما از همینجا واشنگتن دی سی.